خود او صاحب توپ هست، رها میکنه، از محوطه جریمه خارج میشه، به توپ ضربه میزنه، بلند، علی انصاریان، هاشمی نسب، فرصت برای یاران تراکتور سازی، هتریک ضربه از بازیکن شماره 11 و گل به سود تیم تراکتور سازی. اسدالله توکلی این بازیکن هست که در ناباوری در ورزشگاه آزادی در دقیقه 9 دروازه تیم پیروزی رو باز میکنه. تصویر آستر رو نگاه کنید، عابدزاده حرکت کرد اما به توپ نرسید. اسدالله توکلی یار شماره 11 زننده اولین گل بازی در دقیقه 9 هست. حمید استیلی، داوود رستمی مقابل اوس، گذر میکنه از اوس، فرصت برای استیلی، مستقیم به قصد چارچوب ادموند بزیک و برخورد توپ با مدافع تیم تراکتورسازی در آستانه ورود توپ به دروازه. ادموند بزیک اسماعیل حلالی هم آنجاست، خطا به سود تیم پیروزی، چسبیده به خط طولی محوطه جریمه. خب فرصت خوبی است برای یاران تیم پیروزی تا گل تساوی رو به ثبت برسونن. ببینیم به چه شکل استفاده خواهند کرد. بزیک و کریمی، بزیک میزنه و توی در، عالی میزنه. در دقیقه 37 بازی شادمانی رو به علاقمندان به تیم پیروزی در ورزشگاه آزادی هدیه میکنه. حامد کاویانپور، علی انصاریان نمیرسه، این بار هم توپ به علی کریمی. کریمی در پست خودش و رهبری فر هم در پست خودش که از شایسته ترین بازیکنان کشورمون هستن، اما به دو بازیکن بیکاره تبدیل شدن در این دیدار. خب خطای مهدی هاشمی نسب رو آقای مرادی اعلام میکنه، یک اخطار هم به امیده روی تکل دو پایی که انجام داد، یک اخطار هم برای تراکتورسازی حیدر جعفری یار شماره 2 مدافع فک چپ این تیم در دقیقه 13 اخطار گرفته. داوود رستمی مستقیم به قصد چارچوب و گل دوم در ثانیه های تلف شده نیمه اول تثبیت میشه. تراکتورسازی 2 پیروزی 1 و به هر شکل مستقیم توپ در دروازه تیم پیروزی قرار میگیره. دقیقه 9 یار 11 اسدالله توکلی و دقیقه 46 بازیکن شماره 9 داوود رستمی گل زنی کردن، این هم گل تساوی تیم پیروزی است در دقیقه 3 نیمه دوم. مجددا همه چیز به تساوی کشیده میشه. شادمانی برای علاقمندان به تیم پیروزی. داوود رستمی و یونس باهنر که این بار هم به زیر توپ میزنه. هاشمی نسب، زور رحمی و افشین پیروانی. فرصت برای علی کریمی، دروازه خالی و گل به سود تیم پیروزی. خب علی کریمی گل میزنه. سائی، فرصت برای زدن ضربه هست. ببینید نهایتا با توپ چه خواهد کرد. مستقیم به قصد چارچوب، خوب هم میزنه و این بار سیدی ناجی دروازه تراکتورسازی هست. تصویر آیستر رو نگاه کنید، این ضربه علی کریمی است. 18 برزگر هست، خطاب میکنه. انصاریان، کاویانپور، سراج، فرصت برای گلزنی هست و حالا این کار رو انجام میده بهنام سراج. چهارمین گل تیم پیروزی در دقیقه 33 از نیمه دوم. هفتمین گل خودش رو سراج میزنه. خب در فوتبال چیزی قابل پیش بینی نیست، اما بعید هست تراکتورسازی بتونه خودش رو از زیر بار سنگین یورش های این دقایق پیروزی نجات بده. خطای پنالتی روی علی کریمی. احتمالاً مهدی هاشمی نسب پشت توپ قرار خواهد گرفت. محسن سیدی در درون دروازه قرار گرفته. مهدی هاشمی نسب حالا حرکت میکنه و گل دیگری به سود تیم پیروزی شکل میگیره.
حرکت رو حالا هادی مهدوی کیا آغاز میکنه. در ثانیه های پایانی این مسابقه ارسال بلند برای بهنام سراج، خود سراج برای کریمی نگه میداره، فرصت برای زدن گل ششم هست، اما توپ رو به کنار دروازه میزنه علی کریمی. برو نه سفید پوش یعنی داوود رستمی برای زارعی، آخرین لحظات بازی و این بار هم توپ در دستان عابدزاده قرار میگیره. به هر شکل این دیدار با نتیجه 5-2 به سود تیم پیروزی به پایان میرسه.